وقتی از دنیای کوانتومی صحبت می کنیم، در واقع داریم به جهانی اشاره می کنیم که ابعاد اون خیلی کوچیکه. جهانی که می شناسیم از یه ذره غبار تا یه منظومه ستاره‌ای رو می تونیم با قوانین فیزیک کلاسیک توصیف کنیم. اما اگه در ابعاد کمی ریزتر بشیم، یعنی کمتر از 10^-9 متر، اون وقته که وارد دنیای کوانتومی شدیم. دنیایی که قوانینش با دنیای قابل دیدن ما خیلی فرق میکنه. در سال 1935 میلادی توجه انیشتین به یه نکته فوق‌العاده عجیب جلب شد. اون فهمیده بود که بر اساس نظریه کوانتوم باید بین ذراتی که بر هم کنش داشتن نوعی ارتباط اسرارآمیز درونی برقرار بشه، به گونه ای که اگه ویژگی‌های کوانتومی یکی از ذرات رو تغییر بدیم، اون یکی ذره هم صرف نظر از فاصله شون به طور آنی تغییر میکنه. فرض کنید در یک انفجار ابرنواختری دو فوتون نور از هم جدا میشن و در دو جهت مخالف حرکت میکنن. این دو فوتون چند میلیارد سال نوری از هم فاصله میگیرند، اما نکته عجیب ماجرا اینه که این دو با هم ارتباط دارن. مثلا ویژگی های مشترک دارن یا بعضی ویژگی های اونا کاملا برعکس همه. حالا اگه ما یکی از فوتون ها رو مورد بررسی قرار بدیم و ویژگی های اونو ببینیم، میتونیم بفهمیم که فوتون دیگه چه ویژگی هایی داره. مثلا اگه این فوتون دارای قطبش مثبت باشه، میدونیم که فوتون دیگه حتما قطبش منفی داره. نکته عجیبتر این که این ویژگی ها در فوتون ها از قبل وجود نداشته و ما وقتی یکی از فوتون ها رو اندازه گیری می کنیم، این ویژگی بلافاصله در فوتون دیگه ایجاد میشه، با اینکه چند میلیارد سال نوری دور از همه. این پیشبینی به حدی برای انیشتین عجیب بود که نتونست اونو بپذیره، چرا که طبق نظریه نسبیت خاص انیشتین هیچ چیزی نمیتونه بیشتر از سرعت نور حرکت کنه. پس چگونه این تغییر و ارتباط بدون توجه به فاصله به طور آنی برقرار میشه؟ جواب اینه که اطلاعات که با سرعت محدودی مانند سرعت نور در کیهان میتونه حرکت کنه، اما ارتباط بین این دو فوتون که به صورت آنی در فاصله چند میلیارد سال نوریه، اطلاعات نیست که جابجا میشه، بلکه نوعی ارتباط عجیب تره که زمان و فضا اونو محدود نمی کنه. چطور اندازه گیری می تونه باعث تغییر توی ویژگی های ذره بشه؟ دقیقا نمی دونیم چطور این اتفاق می افته. حالتی رو در نظر بگیرید که چشمامون بسته است و با لمس کردن داریم محیط اطرافمون رو تشخیص میدیم. حالا اگه به جای لمس کردن از یه توپ کوچیک پینگ پونگ استفاده کنیم و با پرتاب اون و برگشتش سعی کنیم محیط اطراف رو بشناسیم، اوضاع فرق میکنه. اما اگه از توپ فوتبال یا بسکتبال استفاده کنیم، احتمالاً توی فرایند شناسایی محیط اطرافمون بزنیم و چند تا چیزو بشکنیم. دنیای کوانتومی همینقدر ریز و حساسه که اندازه‌گیری و مشاهده ما میتونه وضعیت سیستم رو تغییر بده. شگفتی‌های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همینجا ختم نمیشه، چرا که برخی ها فکر میکنن که ارتباط آنی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی، بلکه حتی ما بین لحظات مختلف در بعد زمان بین گذشته و آینده هم عمل میکنه. فکرشو بکنید، بین گذشته و آینده.